سلام به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم با هم دیگه در مورد بردارها در فضای آرسه صحبت بکنیم من اینجا محورهای مختصات یعنی محورهای x و y و z رو برای فضای آرسه کشیدم براتون و قبلا این فضا رو با هم دیگه شناختیم و دیدیم که هر نقطه توی فضای آرسه رو میشه با سه مشخصه x و y و z اون نقطه که سه تا عدد هستن مشخص کرد مثلا فرض کنید که ما یک نقطه A رو بیایم اینجا بگیریم نقطه A که مختصاتش هست مثلا A1 A2 و A3 خب این سه تا مختصه نقطه ما هستن مثلا نقطه A A1 A2 A3 میتونه به عنوان مثال فرض بکنید باشه یک و دو و پنج مثلا یا هر مقدار دیگه خب اون وقت به هر کدوم از این نقطه ها ما میتونیم یک پار خط جهتدار نسبت بدیم یک پار خط جهتدار میتونیم نسبت بدیم که از مبدع مختصات شروع میشه و به نقطه مورد نظر ما خط میشه یعنی ما از این مبدا مختصات شروع می کنیم یه پاره خط جهت که با یه فلش نشونش میدیم از مبدا شروع میشه و به این نقطه آ خط میشه این پاره خط جهت رو ما بهش میگیم بردار در فضای آرسه خب این بردارمون رو ما میتونیم مثلا با حرف آی کوچیک نشون بدیم پس ما داریم بردار آ مساوی هستش با آ یک، آدو و آسه که در حقیقت مختصات نقطه انتهایی اون بردار هستش و به این آیک و آدو, آدو و آسه بهش میگیم، بهشون میگیم مؤلفه های معلفه های بردار آ خب پس بنابراین بردار توی فضای آرسه چی هستش؟ پاره خط که از مبدع مختصات شروع میشه و میره به یکی از نقاط فضای آرسه و اون بردار رو با سه تا معلفه X و Y و Z که معلفه های نقطه پایانی اون پاره جهتدار هست نشون میدیم. به عنوان مثال یه بردار A میتونه معلفه هاش مثلا باشه منفی یک، سه و هفت. یا مثلا ما میتونیم یک بردار ب داشته باشیم که معلفه هست دو و سه و چهارده یا هر مقدار دیگه ای پس این از تعریف بردار در فضای آرسه خب به عنوان مثال فرض کنید که به ما گفتن ما یک بردار آ داریم به مختصات یا با معلفه های یک و چهار و سه و از ما خواستن که این بردار رو روی این فضای r مشخص بکنیم ما چطور این کار رو میکنیم؟ خب میایم نقطه ابتدایی این بردارمون که مبدا مختصات است نقطه انتهاییش رو اگر بخوایم پیدا بکنیم چیکار میکنیم؟ خب معلفه ایکس بردارمون یک هستش پس توی جهت مثبت محور ایکس ها به اندازه یک میریم جلو میایم روی این نقطه بعد معلفه وایمون چهار هستش پس از این نقطه ای که الان رسیدیم بهش در جهت جهت مثبت محور وای ها چهار تا میریم جلو یعنی در این راستا به اندازه یک دو سه و چهار میریم جلو و نهایتا معلفه زد وردارمون که برابر با سه هستش پس در جهت از این نقطه که الان بهش رسیدیم در جهت مثبت محور زد به اندازه سه واحد میریم بالا خب این یه واحد دو واحد و این هم سه واحد پس این میشه نقطه انتهایی بردارمون حالا بردار رو اگر بخوایم رسم بکنیم از مبدع مختصات میریم به نقطه انتهایی بردارمون یعنی ببخشید من یک کمی کچ کشیدم بردار رو. یعنی یک همچین چیزی میشه بردار ما که از مبدع مختصات شروع شده و به نقطه به مختصات یک و چهار و سه رفته خب من بردار قبلی و اسمشو گذاشته بودم آ پس بذارید اسم یکی رو بذاریم B عوض میکنیم اسمشو پس این میشه بردار بی ما الان که با فلش قرمز رنگ نشونش دادیم خب یک نکته خیلی جالب در مورد بردارها و جوری که ما اونها تعریف کردیم این هستش که با توجه به تعریفی که ما برای بردارها در فضای آرسه ارائه دادیم میبینیم که یک تناظر دو سویی ما داریم یک تناظر دو سویی داریم بین نقاط فضای آرسه نقاط فضای آرسه و بردارهای فضای آرسه خب منظورمون چیه که یک تناظر دو سویی داریم بین نقاط فضای آرسه و بردارهای فضای آرسه منظورمون اینه که هر نقطه ای توی فضای آرسه اگر به ما بدن مثلا این نقطه آ که اینجا داریم ما میتونیم یک بردار باهاش متناظر بکنیم خیلی راحت یک پارخط جهتدار از مبدا مختصات شروع میکنیم که بیاد به اون نقطه آی مورد نظر ما و برعکسش اگر یک بردار دلخواه تو فضای آرسه بهمون بدن مثلا این بردار بی که اینجا داده شده ما میتونیم یک نقطه از فضای آرسر سر رو باش متناظر کنیم چطور میایم نقطه انتهای پیکان بردار رو میگیریم و مختصاتش رو مینویسیم به عنوان مثالی نقطه B اینجا میشود مختصاتش یک و چهار و سه پس یک نقطه متناظر میشه با این بردار B و هر پس یک تناظر دو در حقیقت داریم هر برداری میتونه یک نقطه رو مشخص بکنه و هر نقطه‌ای میتونه یک بردار رو مشخص بکنه حالا یک سوال جالبی که شما الان از من میتونید بپرسید میگید که میتونید بپرسید که خب تو ادعا کردی که همه نقاط فضای r متناظر با بردار هستند مگر این مبدع مختصات ما نقطه‌ای که با اونشونش میدیم و مختصاتش هست صفر و صفر و صفر این هم یکی از نقاط فضای آرسه هستش دیگه این با چه برداری متناظر هستش و در جواب من بهتون میگم که ما یک بردار صفر تعریف میکنیم بردار صفر که با او کوچیک نشونش میدیم و معلفه هاش هستن صفر و صفر و صفر و در حقیقت مبدع مختصات رو متناظر میکنیم با این بردار صفری که اینجا تعریف کردیم پس یک بردار صفر هم اگر به مجموعه بردارامون اضافه بکنیم اون وقت این جمله که من اینجا نوشتم برای تمامی نقاط فضای آرسه و تمامی بردارهای آرسه صدق خواهد کرد خب حالا چند تا تعریف کوچیک در مورد بردارها میخوایم با هم دیگه انجام بدیم اولین چیزی که میخوایم یاد بگیریم این هستش که شرط تصاوی دوتا بردار چی هستش؟ تصاوی بردارها شرط تصاوی دو بردار این هستش که معلفه های معلفه های متناظر اونها متنازر آنها با هم برابر باشند. منظورمون چیه معلف های متناظر برابر باشند؟ فرض کنید که ما یک بردار A داریم با معلف های A1 و A2 و A3 و یک بردار B داریم با معلف های B1, B2 و B3. اون وقت بردار A مساوی با بردار B هستش اگر و فقط اگر چی داشته باشیم معلفه های متناظر معلفه اول A که هست A1 مساوی با معلفه اول B یعنی B1 باشه به همون ترتیب A2 مساوی با B2 باشه و A3 مساوی با B3 به عنوان مثال اگر بردار A من مساوی باشد با 1 و 0 و 7 و یک بردار B داشته باشم که معلفه هاش هست یک و دو و هفت و یه بردار سوم سی هم داشته باشم که معلفهاش هست یک و سف و هفت اون وقت بردار آ آیا با بردار ب مساویه نخیر چرا مساوی نیست چون مؤلفه دومشون با هم فرق داره مؤلفه دوم آ صفر مؤلفه دوم به دو هستش ولی معل... بردار آ با بردار سی مساویه چون مؤلفه های متناظرشون با هم مساوی هستن هر سه مؤلفه هاشون به ترتیب هستن یک و صفر و هفت خب پس این از شرط تساوی بردارها خب تعریف دیگه که در مورد بردار ها میخوایم یاد بگیریم طول یک بردار هستش طول یک بردار خب طول یک بردار برابر با چی هستش؟ ما طول یک بردار رو فرض کنید که مثلا یک بردار آ داریم با معلفه های آ یک و آ دو و آ سه طول بردار آ که مثلا این برداری که اینجا داریم دقیقا, دقیقا برابر با طول این پاره خط جهتداری هستش که بردار آ رو مشخص میکنه یا در حقیقت برابر با فاصله نقطه انتهایی بردار از مبدا مختصات هستش که خب فرمول فاصله رو قبلا با همدیگه یاد گرفتیم پس طول بردار هم از همون رابطه به دست میاد ما با اندازه آنشونش میدیم که برابر خواهد بود با رادیکال جمع مربع معلفه های بردارمون یعنی A1 به توان دو به علاوه A2 به توان دو به علاوه A3 به توان دو به عنوان مثال برای این بردار آی که اینجا داریم طولش برابر خواهد بود با چی؟ رادیکال آ یک هست یک یک به توان دو بلوه آ دو که از صف صف به توان دو بلوه هفت به توان دو که مساوی می شود با رادیکال چند؟ اگه اشتباه نکنم رادیکال 50 پس رادیکال 50 طول این بردار آی هستش که ما اینجا نوشتیم خب اینا از تعریف طول یک بردار و یک تعریف آخر هم که میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم تعریف زاویه بین بین دو بردار هستش دو بردار خب این تعریف از همه این هستش که من روی این شکل اینجا بهتون نشون بدم این تعریف رو ببینید. ما دو تا بردار آبه اینجا داریم و زاویه بین این دو بردار رو، این زاویه بین این دو تا خط جهتدار تعریف میکنیم و با، حرف تتای یونانی نشونش میدیم که زاویه بین دو بردار اگر دقت بکنید میشه این دو تا پاره خط رو اگر صفحه که ازشون میگذره در نظر بگیریم اون وقت میشن دو تا پاره خط توی صفحه و کاملا میشه زاویه بینشون رو محاسبه کرد البته اگر دقت بکنید ما از دو دو طرف میتونیم این زاویه رو نگاه بکنیم یکی این تتایی هستش که من اینجا براتون کشیدم یا میتونیم این زاویه خارجی رو نگاه بکنیم که بزرگتر هستش و ما همیشه اون زاویه کوچکتره رو میگیریم به عنوان زاویه بین دو بردار بنابراین زاویه بین دو بردار همیشه مقدارش کوچکتر بزرگتر مساوی صف و کوچکتر مساوی پی هستش به رادیان یا اگر به درجه بخوایم اندازش بگیریم بزرگتر مساوی و کوچیک در مساویه 180 درجه خواهد بود پس این هم تعریف زاویه بین دو بردار که حالا یکم که بحثمون اون جلوتر بره یاد میگیریم با هم که زاویه بین دو بردار رو چطور باید اندازه گیری بکنیم و به دستش بیاریم خب فکر کنم تا همینجا بحث در مورد بردارها خوب باشه توی جلسه بعد ادامه میدیم بحث رو تو کلاس درس بعد میبینمتون خدا حافظ